خبرهای زمانه برخاستن، خبرهای رسیده، هرچه میخواهد دل تنگت بگو. تماسهای هموطنان، میخواهم صدای مظلومیت آرش باشم. اخبار زندان و زندانی، سرپرست 9 میلیون نفر در ایران زن است. گزارش های زنان نیروی تغییر. در گیلان هم سونامی آمده. بحران بیکاری در گیلان. از اقتصاد چیزی خواهد ماند؟ بحران و ورشکستگی اسناد. بردگان خردسال، گزارش از کودکان کار. کارکنان مخابرات روستایی استانهای خراسان رضوی، خوزستان و آذربایجان غربی در اعتراض به پرداخت نشدن حق بیمه و سایر مطالباتشان در برابر مجلس ارتجاع تجمع کردند. کارکنان معترض همراه با پلاکارتهایی خواهان رسیدگی به وضعیتشان شدند. والدین دانش آموزان مدارس شهر کرد در اعتراض به اخاذی‌های آموزش پرورش به بهانه دهه زجر تجمع کردند. در این تجمع که در مقابل منطقه دو آموزش پرورش این شهر برپا شده بود، والدین دانش آموزان یک تومار اعتراضی امضا کردند. یکی از والدین به نام فتح‌الله گفت: من 3 فرزند محصل دارم، برای هر کدام 20,000 تومان خواستند و توان پرداخت آن را ندارم. کارگران اخراجی شرکت پیمانکاری جهاد نصر سنندج به تجمعات اعتراضی خود ادامه دادند. این کارگران خواهان بازگشت به کار و پرداخت 4 ماه حقوق عقب افتاده خود هستند. رژیم آخوندی در وحشت از اعتراضات جوانان در ورزشگاه آزادی، علاوه بر اعزام گلی از مزدوران پاسدار و بسیجی، 100 آخوند را هم به این استادیوم می‌فرستند. رولا سلشور، مدیر روابط عمومی حوزه علمی تهران گفت: برای دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال که قرار است روز جمعه در استادیوم آزادی برگزار شود، ما 100 نفر از روحانیون را برای حضور در بین تماشاگران اعزام خواهیم کرد. این نفرات در کنار هواداران شهرستانی تیم‌ها شب نیز در کمپ‌ها حضور خواهند یافت. جمعی از هنرمندان اهوازی به سیاست‌های ضد هنری وزارت ارشاد رژیم اعتراض کردند. این هنرمندان گفتند: وضعیت هنر موسیقی اصیل ایرانی و هنرمندان در شهر اهواز بسیار وخیم است و این وزارتخانه که ظاهراً باید از هنر و هنرمندان حمایت کند، خودش عاملی در جهت تخریب هنر و موسیقی اصیل ایرانی است. هنرمند دیگری گفت: آنها آنقدر هنرمندان را برای دادن یک مجوز کنسرت اذیت می کنند تا ما از شکایت و اعتراض خسته شویم، ولی ما هم خسته نمی شویم. به دنبال اعتراض و ناله و نفرین خانواده دو جوان اعدامی در پارک هنرمندان تهران، مردم انزجار خودشان را علناً ابراز می کردند. مردم میپرسیدند چرا دوستهای میلیاردی راحت کارشان را میکنند، ولی جوانان بیکار و فقیر را به خاطر 70,000 تومان اعدام میکنند. اخاذی از چشم پزشکان تحت عنوان کلاس جدید موجب اعتراض آنان شده است. یکی از چشم پزشکان گفت: کلاسی در بیمارستان فارابی را انداختند که از هر پزشک 60,000 تومان پول میگیرند، در حالی که این کلاس هیچ حرف جدیدی ندارد و فقط برای چاپیدن است. پارتی بازی، رشوه گیری، راندخاری و فساد رئیس راه‌آهن اندیمش اعتراض مردم و کارمندان را برانگیخته است. پاسداری به نام صاحب محمدی که به ریاست این اداره گماشته شده، یک مش بی‌سواد و مزدور بسیجی از اقوام خود را با حقوق‌های دو برابر استخدام می‌کند، اما درس خوانده‌های رسته‌های راه‌آهن جایی در استخدام ندارند. از ابتدای این هفته نیروهای سرکوبگر انتظامی حملات وحشیانه‌ای را در مناطق مختلف تهران برای جمع‌آوری بشقاب‌های ماهواره انجام دادند که اعتراض و مقاومت گسترده مردم را برانگیخته است. این حملات در مناطق تهران پارس، حکیمیه، صادقیه و آریاشهر بوده است. حمام تاریخی ملاهادی اردبیل در اثر بی‌توجهی رژیم آخوندی به آثار تاریخی به زباله‌دان تبدیل شده است.
مرگ بر اصل ولایت فقیه، 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 مرگ بر اصل ولایت فقیه. روز بر مسعود رجبی، روز بر مسعود رجبی، مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر اصل ولایت فقیه، روز بر مسعود رجبی. Bye.
بازدید هیئتی از اعضای کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع از زندان اوین به مسحکه جدیدی از عملکرد رژیم، رژیمی که به حق بایستی آن را رژیم دشقیمان نامید، تبدیل شده است. در حالی که بیش از دو دهه رژیم آخوندی به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه بازدید از زندان‌هایش را نداده، هیئت مجلس از زبانی که از اعضای این هیئت به نام سفر نعیمی زندان اوین را هتل توصیف کرد. این دشقیم اضافه می‌کند: از نظر من غذای زندان اوین از غذایی که ما در خانه می‌خوریم بهتر بود. بلافاصله سردشقیم غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها در رژیم نیز مدعی شد. اصولاً در کشور ما کسی به دلیل داشتن عقیده یا مذهبی خاص زندانی نمی شود. این دشقیم نگفت پس هموطنان از مسلک‌های عقیدتی مختلف مانند هواداران مجاهدین، دراویش، مسیحیان، کشیش‌ها، اهل تسنن، بهائیان و غیره با محکومیت‌های سنگین و گاه اعدام چرا در زندانند؟ وی و همچنین هیئت دشقیمان مجلس نشین همچنین نگفتند که چرا و چگونه همین دو ماه قبل در همین به اصطلاح هتل اوین ستار بهشتی زیر شکنجه به شهادت رسید. اشاره دشقیم سفر نعیمی به قتل ستار بهشتی هم گویای این بود که گویا بی جهت در این باره شلوغ کردند. وی در همین بازدید گفت در مورد ستار بهشتی آشوبی اتفاق افتاد. روشن است که این اظهارات رسوا از یک سو نیاز شدید خامنه‌ای برای سفید سازی در مورد یکی از بدنامترین زندان‌های جهان معاصر و از سوی دیگر وحشتش از خشم و اعتراض مردمی را برملا می‌کند. بر اساس اظهارات وکیل مدافع کشیش زندانی سعید آبدینی، وی با وثیقه 400 میلیون تومانی به زودی آزاد خواهد شد. اما همسر وی در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد رژیم آخوندی قصد آزاد کردن او را ندارند و خبر احتمال آزادی او تنها یک بازی برای سکوت کردن رسانه‌های بین‌المللی است. پاسدار احمدی مقدم سرکرده نیروی انتظامی گفت نیمی از زندانیان در ایران محکومان مواد مخدر و حدود 80% از زندانیان معتاد هستند. بازجویان وزارت اطلاعات در شهرستان قروه در استان کردستان 10 میلیون تومان پولی را که زندانی سیاسی انور حسین پناهی برای کمک به پدر و مادرش واریز کرده بود دزدیدند. این بازجویان با احضار پدر و مادر و برادر کوچک این زندانی سیاسی آنان را تهدید کردند و کلیه حساب‌های بانکی آنان را مسدود کردند. چند عضو خانواده انور حسین پناهی طی هفته‌های اخیر دستگیر شدند.
قشقیمان زندان دستگرد اصفهان برای اعمال فشار بیشتر بر خانواده‌های زندانیان از آنان برای مرخصی استحقاقی چند روزه زندانیان وثیقه و سند 400 میلیون تومانی طلب می‌کنند. یکی از خانواده‌ها گفت مردم چنین پولی ندارند و معنای این کار عملاً حذف مرخصی استحقاقی زندانیان است. نمونه‌هایی مثل یک مادر سالخورده که به دلیل دوری راه توان رفتن به ملاقات فرزندش را نداشته، به خاطر طلب چنین وثیقه سنگینی از دیدن فرزندش در یک سال گذشته محروم بوده است. پدر دانشجوی زندانی سیاسی آرش صادقی گفت پسرش که در بند 209 زندان اوین محبوس است، بیماری مزمن ریه‌اش تشدید شده و به خاطر اعتصاب غذای طولانی مدتی که داشته خونریزی معده کرده و به شدت لاغر شده است. وی گفت میخواهم صدای مظلومیت آرش باشم. آرش صادقی در تاریخ 18 تیر سال 88 در جریان اعتراضات دانشجویی دستگیر شد. ماموران اداره اطلاعات گرگان در راستای فشار آوردن به بهائیان 4 نفر از شهروندان بهایی اهل گنبد کاووس را دستگیر کرده و به نقطه نامعلومی انتقال داده است. اسامی این افراد عبارت است از وساق سنایی، میتا هدایتی، حنا کوشباقی و ناهید محمودی. در سمنان نیز زندانیان بهایی را برای گرفتن اعترافات تلویزیونی به یک سلول کوچک منتقل کردند. بنفش پشت میله ها دوباره در 209 درخشش 1001 ستاره در 209 تنین زنده ام هنوز صدای من نمردم شکستن سکوت 1000 در 209 گلوله‌های آتشین برای مرگ تیرگی نهان شده کنون به هر کنار در 209 ببین شرار اشرف است همیشه هم صدای او چه آتشی به پاست زین شرار در 209 خروششان خروش رود صدایشان یکی سرود خزان شکست نغمه بهار در 209 ترانه رهایی وطن چه قاطعان شد روان به روی هر لبی همار در 209 دو آفتاب پرفروغ نهان به زیر چشم بند اگرچه خون شود به یک اشاره در 209 مرکزی بندرعباس 3 بهمن 91. درگیری در زندان مرکزی بندرعباس. روز یکشنبه اول بهمن زندانیان بند 2 زندان بندرعباس در اعتراض به منصوب کردن محسن شهریاری از جاسوسان رژیم و از افراد باندهای مافیایی به عنوان مسئول بند
دست به اعتراضات گسترده زدند و چندین ساعت کنترل بند دورا به دست گرفتند. حاج محمودی جلاد رئیس بازرسی زندان با انتصاب این آدم فروش قصد سرکوبی بیشتر زندانیان را داشت. وقتی با مقاومت زندانیان مواجه شد، به باندهای مافیایی به سرکردگی محسن شهریاری دستور داد با چوب و چماق و قمه و چاقو به زندانیان بی‌دفاع حمله کنند. این حمله نیز با مقاومت و دفاع زندانیان مواجه شد و در نتیجه درگیری خونینی روی داد که به زخمی شدن شماری از طرفین منجر شد. حاج محمودی دشخیم که از بکارگیری باند مافیایی علیه زندانیان ترفیع نبست، به مزدوران گارد زندان دستور حمله داد و آنها که به باتون‌ها و شوکرهای برقی مسلح بودند، زندانیان را وحشیانه مورد ضرب و جرح قرار دادند و ده‌ها تن را مجروح و مصدوم کردند. 40 نفر از زندانیان نیز توسط مزدوران دستگیر شده و پس از شکنجه‌های وحشیانه به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. از جمله زندانیانی که به شدت شکنجه شدند، علیرضا رئیسی و مصطفی رهنورد بودند. لازم به یادآوری است که زندانیان بند 2 زندان بندرعباس در مهر ماه امسال هم با مزدوران گارد رژیم درگیر شدند. بند 2 زندان بندرعباس تنها بندی است که دوربین مدار بسته ندارد تا جنایات حاج محمودی جلاد و سایر شکنجهگران جنایتکار در هیچ جا ثبت و ضبط نشود. این بند دارای 15 اتاق و ابعاد 14 متر مربع است که بیش از 220 زندانی را در آنجا دادند که به طور متوسط در هر اتاق 14 نفر گنجانده شدند، یعنی فضای مفید برای هر زندانی حد اکثر 1 متر مربع است. زندان مرکزی زاهدان 3 بهمن 91. زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان بیانیه‌ای در محکومیت اعدام زندانی سیاسی بلوچ داوود توتازهی صادر کردند. از جمله در این بیانیه آمده است: این جانبان زندانیان سیاسی بلوچ حامد وکالت، عبدالوهاب ریگی، عبدالخالق جفادار، حبیب ریگی که همگی زیر حکم اعدام هستین و همچنین این جانبان زندانیان سیاسی تبعید در زندان زاهدان محمد امین آگوشی، ایرج محمدی، احمد پولادخانی و امیر طالبی اعدام‌های اخیر در این زندان به خصوص اعدام یکی از فعالان سیاسی بلوچ به نام داوود توتازهی را به شدت محکوم نموده و از مقامات سازمان ملل و کمیساریای عالی می‌خواهیم تا مقامات ایران را تحت فشار قرار دهند تا صدور و اجرای این حکم‌های غیر انسانی و وحشتناک را که مصداق بارز نقض حقوق بشر می‌باشد متوقف نمایند. زندان بندرعباس 3 بهمن 91. رژیم آخوندی 3 تن از کارمندان ارشد و با سابقه پالایشگاه بندرعباس را که در زندان هستند محاکمه کرد و برای هر کدام 20 تا 50 میلیون تومان وثیقه تعیین کرد. اسامی این کارمندان عبارتند از محسن زبردست، عباس حسن‌پور و وهاب مقدسی. اتهامات آنها از جمله اقدام علیه امنیت نظام، توهین به خامنه‌ای، تبلیغ جدایی دین از دولت و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران عنوان شده است. آنها در مدت بازداشت مورد شکنجه قرار گرفتند.
یک هموطن رنج دیده کلیپی از اخاذی پلیس رژیم با عناوین مختلف از مردم کوچه و بازار برای زمان برخواستن ارسال کرده و نوشته است: همانطور که مشاهده می‌کنی، صاحب خودرو بلافاصله بعد از شنیدن مبلغ جریمه دچار فشار عصبی شده و با گریه می‌گوید: به خدا پول نداریم. مرگ بر ولی فقیه و ایادی دزد و غارتگرش که جوانان این میهن را به جرم کمتر از 30 یورو به تناب دار می‌آویزند و خود میلیون میلیون اموال این مملکت را در بانک‌های خارج کشور برای روز مبادایشان انبار می‌کنند. آقا بلند شید لطفا. دوست عزیزی به نام اسدالله اسدی از تهران برای برنامه زمان برخواستن پیامی دادند: با تشکر از لطفی که به این برنامه داشته اید. شما می توانید از همان طریقی که اقدام کرده اید به همکاری خودتان با برنامه زمان برخواستن ادامه بدهید و ما خیلی مشتاق کمک های شما هستیم. هموطنان عزیز، فیلم، عکس و گزارش‌های مربوط به اوضاع اقتصادی و اجتماعی و به خصوص اعتراضات و تحسن‌های مردمی، همچنین گزارش وضعیت حقوق بشر و زندانیان سیاسی را برای پخش در زمان برخواستن به آدرس‌های زیر ارسال کنید: facebook.com/zamanbarkhastan، twitter.com/zamanbarkhastan، youtube.com/zamanbarkhastan، ایمیل zamanbarkhastan@iranntv.com. جمهوری اسلامی سوم بهمن از قول نماینده خامنه‌ای در چهارمحال و بختیاری نوشته است: ترویج بدحجابی از خواسته های اصلی دشمن است. دشمنان با الگوسازی از طریق شبکه های ماهواره‌ای و اینترنت به دنبال ترویج فرهنگ بی‌حجابی در بین جوانان هستند. وی با وحشت زدگی و از سر بیسوادی افزود: وجود منکرات عقیدتی یکی از مهمترین منکرات است و در این زمینه باید در برابر حرکات دشمنان هوشیار بود. روزنامه قدس رژیم با اشاره به میزان اندک عیدی کارمندان دولت نوشته است: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه بدون آماده کردن شرایط مطمئناً زلزله‌ای در بازار به پا خواهد کرد و این می‌تواند از سفره هفت سین گرفته تا مسافرت‌های آخر سال خانوارهای ایرانی همه و همه را متحول کند. رئیس مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراف کرد: مردم شغلی را به عنوان کار می‌شناسند که حداقل‌های زندگی را تأمین کند. بر این اساس کسی که یک ساعت در هفته کار می‌کند شاغل محسوب نمی‌شود. روحانی افزود: آمار تفصیلی که در این خصوص ارائه شده است نشان می‌دهد نرخ بیکاری در بین زنان 15 تا 24 سال 43% است. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای ضد اسلامی رژیم گفت: با توجه به اینکه سیم کارت رایتل علاوه بر صوت تصویر را هم منتقل می‌کند،
این موضوع در اعضای کمیسیون و در بخش‌های مذهبی و متدین جامعه ایجاد نگرانی کرده که آیا در انتقال این تصاویر رعایت محرم و نامحرم و حریم خصوصی افراد می شود یا نه. نماینده مردم گرگان در مجلس یادآور شد، پیش از این ما می خواستیم مسئولان وزارت ارتباطات در این باره به کمیسیون توضیح بدهند. هموطنی با نام اینترنتی ناهید کازازی در سوم بهمن به مناسبت سالروز تولد شهید قیام ندا آقا سلطان عکسی از مزار این شهید را بر روی فیسبوک گذاشته و نوشته است: امروز سالروز تولد ندا آقا سلطان، ندای ایران است. فرشته آزادی، تولدت مبارک. هموطنی کلیپی از مزار شهید قیام صانع ژاله که از یوتیوب دانلود کرده برای برنامه زنان فرستاده و نوشته است: در این کلیپ مادر و پدر صانع که از ظروف‌های رژیم مبنی بر بسیجی بودن فرزندشان به شدت آزرده هستند، در سوگواری خود با فرزند آزادهشان درد دل می‌کنند. روزی خواهد رسید که تک تک مزدوران در دادگاه خلق پاسخگوی این جنایاتشان باشند. هموطن کلیپی از دستگیری‌های جمعی جوانان میهن را در یک میهمانی خانوادگی برای برنامه ارسال کرده و نوشته است: این نمونه ای از هزاران صحنه اینچنینی در حکومت این کفتاران خوناشام است، ولی این وضعیت ادامه دار نیست و از همین الان لرزه مرگ از انتخابات 92 و خشم جوانان بر تنشان افتاده.
همه مردم تا همه جا، خیابان تا خیابان، هر چه میبینی همه پا، همه دست و همه فریاد و فریاد، که مرگ تو رسید ای دشمن ما. از تو برکند این دست ویرانی، موج اخراج کارگران کرمانشاه، اخراج 260 کارگر و پرسنل صنایع محورسازان زاگرس، تولید کننده قطعات خودرو سایپا. سابه، شرکت شیشه سازی نرم بارش 2/3 کارگران خود را به دلیل مشکل نقدینگی و نداشتن مواد اولیه اخراج کرد. قزوین، شهرک صنعتی البرز، شرکت سپید الکتریک در ماه گذشته از 700 کارگر 200 کارگر خود را اخراج کرد. شرکت البرز قطعه گستر از تولید کنندگان قطعات پراید تعطیل کرد و 50 کارگر خود را اخراج نمود. شرکت البرز پولادین، تولید کننده درب خودروهای پراید، 40 کارگر خود را اخراج کرد.
سلماس. کارخانه اتاقسازی سلماس با اخراج 100 کارگر باقی مانده تعطیل شد. سمنان. کارخانه تولیدی لاستیک اعتماد در معرض تعطیلی قرار دارد. یکی از کارگران گفت که قیمت مواد اولیه افزایش چشمگیری پیدا کرده است و باعث شده که بازار خرید کم شده و ظرفیت تولید پایین بیاید. سایه بحران و ورشکستگی بر اصناف. به دنبال حکم اخراج بهمنی رئیس کل بانک مرکزی رژیم از طرف دیوان محاسبات و اعلام توافق مجلس ارتجاء و دولت پاسداران برای اجرایی کردن فاز دوم طرح ضد ملی هدفمندی یارانه ها، نرخ دلار و سایر ارزها شروع به بالا رفتن کرد و بازار در رکود بیشتری فرو رفت. صنف ماشین فروشان. بعد از افزایش قیمت ارز، اصلی ترین صنفی که کارش کاملا کساد شده نمایشگاه‌های فروش ماشین هستند. قیمت هر ماشین بیش از 20% افزایش داشته است و در حال حاضر به دلیل نوسانات قیمت ارز هیچ کس حاضر نمی شود که خودرو خرید و فروش کند. بازار پوشاک به دلیل نوسانات نرخ ارز در افت شدید است. همزمان افزایش قیمت انواع لباس بر رکود بازار پوشاک افزوده است. صنف آهن فروشان. رژیم بابت هر کیلو آهن وارداتی 60 تومان از آهن فروشان ارزش افزوده اخذ می کند. یک آهن فروش در بازار تهران گفت رژیم خودش جنس را از طریق گمرک بدون پرداخت مالیات و حق گمرک با دلار دولتی وارد می کند و چندین برابر قیمت به تجار می فروشد. ضمن اینکه از همین جنس فروخته شده بابت هر کیلو 60 تومان ارزش افزوده هم می گیرد. این اخاذی باعث رکود و تعطیلی صنف آهن فروشان شده است. در روز یک شنبه اول بهمن ماه در سرای شمس از 122 آهن فروشی فقط 30 مغازه باز بودند و بقیه مغازه‌ها به دلیل نوسانات نرخ ارز تعطیل بودند. یک آهن فروش گفت از صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر 6 بار قیمت آهن تغییر کرد و این به دلیل نوسانات قیمت ارز است. این طور معامله کردن عملی نیست. نورآباد لرستان در حدود 90 کیلومتری خرم‌آباد واقع شده است. این روزها به جای جاده سازی، پل سازی و ساختن مدرسه و امکانات عمومی، رژیم آخوندی در حال توسعه پایگاه‌های خود به اسم حسینیه و مسجد است. این شهر 100 هزار نفری تنها 3 مدرسه راهنمایی دارد. نورآباد از شهرهای سرد و برفگیر استان لرستان در بخش شرقی این استان است که معمولاً در زمستان راه‌های ارتباطی بسیاری از روستاهای این شهرستان با مرکز به دلیل بارش برف قطع می‌شود. کمبود مدرسه و مراکز آموزشی در این شهرستان به حدی است که بسیاری از خانواده‌ها برای فرستادن فرزندان خود به مدرسه با مشکل جدی مواجهند. آنان مجبورند به دیگر شهرهای استان مهاجرت کنند یا برای فرزندان خود در شهرهای دیگر خانه اجاره کنند که با توجه به مشکلات گسترده مالی و معیشتی این امکان برای خانواده های فقیر فراهم نیست و تعداد زیادی از دانش آموزان این شهرستان از تحصیل باز می مانند یا برای تأمین مخارج تحصیل مجبورند به کار بپردازند. در همین حال رژیم مخارج هنگفتی را به ساختن حدود 100 مسجد و حسینیه
که تماماً پایگاه‌های بسیج و شلاق‌کش کردن مردم خواهند شد اختصاص داده است. بیگمان همه می‌دانند که ساختن 100 مسجد و حسینیه و تکیه توسط رژیم با هدف گسترش دین و مذهب نیست، بلکه وحشتی است که رژیم از خشم انفجاری جامعه دارد و می‌خواهد با اسم مسجد و حسینیه پایگاه‌های نظامی بسیج را گسترش دهد. هیچ ایرانی دردمندی نیست که این صحنه ها را ببیند ولو اقل یه چرا در ذهنش نقش نبندد و هر روز سر چهارراه از خود سوال کند اصلا خانه این کودکان کجاست؟ چه دستی بالای سر این هاست؟ چند سال کار؟ سه سال مدرسه نرفتی؟ نه. چرا؟ نرفت. علت نرفتن مدرسه چی بوده؟ نرفت. به گزارش تلویزیون رژیم، گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد 2,500,000 کودک کار در ایران صبح را به شب می‌رسانند. اما آمار واقعی کودکان کار بسیار بیش از این است. از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع آمار کودکان بازمانده از تحصیل را 3,265,000 کودک ایرانی اعلام کرد. اسم چی؟ زهرا. زهرا جان چند سالته؟ نمیدونی؟ مدرسه نمیدی؟ نه. بسیاری از این کودکان معصوم در شبکه‌ای از شکارچیان انسان و مکندگان خون اسیرند که دسترنج و شیره جان این کودکان بیپناه را با شیوه های بردهداران از دستشان میربایند. چقدر در آوردین روز؟ 20 تومن. 20 تومن؟ آره. کل متام بگم فقط بیشتر کار کن. بیشتر کار کنی. بله. آره پای. روشن است که این شبکه مافیایی که در سراسر شهر تهران و شهرهای دیگر گسترده و سرنوشت و حیات ده ها هزار کودک را به چنگ خود گرفته، بدون اطلاع و همدستی پاسداران و عوامل سرکوبگر رژیم که حتی هویت خواهر و برادر یا زن و شوهری را که با هم تردد می کنند چک می کنند و از آنها شناسنامه و عقدنامه می خواهند، نمی تواند پوشیده بماند. اما ایادی رژیم با فریبکاری وانمود می کنند که گویا غمخوار این کودکانند. یک کارگزار رژیم در کمیته امداد گفت ذوالفقاری از پشت نوبت بودن 250,000 کودک برای استفاده از تغذیه رایگان خبر داد. صرف نظر از درستی یا نادرستی این ادعا، این اظهارات برملا کننده این واقعیت تکان دهنده است که دست کم 250,000 کودک خیابانی گرسنه در همین تهران پرسه میزنند که مسئله آنها یک وعده غذا در روز است. این در حالی است که کارگزاران رژیم آخوندی با درآمدهای میلیاردی و اختلاسهای هزار میلیاردی در قصرهای مختلف در ایران و کشورهای گوناگون میخرامند. در چنین شرایطی است که کودکان ایران به جای مدرسه باید عمرشان را صرف تأمین معاش کنند. روزی چقدر درآمد داری؟ برات می صرف اینقدر اینجا وای میسی تو آفتاب؟ نمیدونم، کارگری میکنم. Thank you.
اذعان به سود محوری در دستگاه پزشکی و خدمات درمانی در رژیم ولایت فقیه امری عادی شده است. از چپاول بیمار تا بهره‌کشی از کادر درمانی، این رسوایی در رسانه‌های حکومتی هم انعکاس یافته است. مردم سالاری دوم بهمن 91، رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور گفت استاندارد در دنیا 2.5 نفر پرستار به ازای هر تخت است، اما همکنون 5 دهم و در بهترین شرایط 8 دهم تا 9 دهم نفر پرستار به ازای هر تخت است. از این رو کمبود پرستار یک شبه بحران است. بگذاریم آنها که سر کارشان به بیمارستان افتاده می‌دانند که واقعیت بدتر از آن است که رئیس نظام پرستاری می‌گوید. با تمام بار رسیدگی به بیماران یک بخش با چندین بیمار بر دوش 1 یا 2 پرستار است. مردم سالاری اول بهمن. رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ایران ضمن هشدار نسبت به این موضوع که بعضی اوقات حساسیت‌های دارویی موجب مرگ می‌شود گفت داروهای قدیمی که تا پیش از این استفاده نمی‌شد دوباره وارد چرخه داروهای بیهوشی شده و این می‌تواند زنگ خطری باشد. روزنامه اعتماد 3 بهمن. دانشیار انستیتوی کانسر ایران با اشاره به اینکه اراده سیاسی برای کنترل سرطان وجود ندارد گفت کشورهای با درآمد سرانه برابر کشور ما دیگر قربالگری سرطان سینه به روش ماموگرافی را انجام نمی‌دهند، چرا که مستندات علمی برای اثر بخشی این روش وجود ندارد. اعتماد 3 بهمن. دکتر علیرضا زالی قائم مقام نظام پزشکی گفت جامعه پزشکی به ویژه پزشکان جوان، ماماها و گروه‌های پیراپزشکی از وضعیت معیشتی و اشتغال خود ناراضی هستند و گلایه دارند توزیع درآمدها و در بخش خدمات بهداشتی و درمانی عادلانه نیست. نپرداختن بودجه 3000 میلیاردی نظام بهداشت کشور برای خرید دارو و تجهیز بیمارستان‌ها و به جای آن وارد کردن خودروهای لوکس و خوراک سگ از دیگر شاهکارهای دولت پاسداران است. بیکاری و بحران چون سرطانی کشنده در زیر پوشش سرسبز استان گیلان حیات اقتصادی و معیشت کارگران را در نوردیده است. از 15 کارخانه تولید پودر ماهی، 8 کارخانه نیمه تعطیل و 7 کارخانه کاملا تعطیل شدند. صنعت تولید پودر ماهی در شمال ایران به علت نبود مواد اولیه و کاهش شدید ماهی کیلکا در دریای خزر در حال از بین رفتن است. پودر ماهی از ماهی کیلکا تهیه می شود. ماهی کیلکا چند سال است رو به انقراض می رود و رژیم برای ممانعت از این روند اقدامی نمی کند. از سوی دیگر 5 کارخانه بزرگ نساجی گیلان طی 2 سال اخیر تعطیل شدند. همچنین بسیاری از کارگاه های تولید تریکو و پارچه در استان گیلان به علت نداشتن مواد اولیه به حالت تعطیل در آمدند. از جمله کارخانه تولیدی تریکو فومن بافت به علت نداشتن مواد اولیه 20 روز از تعطیل شده است. این کارخانه پیش از این 100 کارگر داشت، اما اکنون 85 تن از آنها اخراج شدند و تنها 15 کارگر باقی مانده است. بسیاری از صنایع چوب گیلان نیز با بحران روبرو هستند. از جمله کارخانه چوب سلولزی شمشاد گیلان در آستانه تعطیلی است. شما یاران مقاومت، جوانان دلیر و زنان به جان آمده و به ویژه
دختران و پسرانم در سراسر ایران، بله همه شما را به گسترش مقاومت و اعتراض فرا می‌خوانم. با همان خواسته و شعار خودتان که هر روز بر در و دیوارها می‌نویسید، یعنی مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی، سلام بر مردم ایران، سلام بر آزادی.